زوزه های وحشت رژیم در سالگرد حماسه کبیر فروغ جاویدان. هر سال در سالگرد عملیات کبیر میهنی و عقیدتی فروغ جاویدان، زوزه های رژیم و ایادی و مزدورانش بلندتر از سال پیش به آسمان میرسد. نگاهی میکنیم به گوشه هایی از این زوزه های وحشت که این روزها رسانه های حکومتی را انباشته است. یک سازمان تجهیز شده و با امکانات بسیار زیاد. حدوداً 3 بعد از ظهر در 3:05 از محور خانقین سازمان منافقین با یک سازمان تجهیز شده با امکانات بسیار زیاد وارد خاک کشور ما شد. فتح 3 شهر در کمتر از 6 ساعت و رسیدن ارتش آزادی بخش به 34 کیلومتری کرمانشاه. نیروهای مهاجم منافق با 5000 نیروی مسلح در قالب 32 تیپ که هر تیپ با 150 نفر تدارک دیده شده بود، در این روز حمله به مرزهای ایران را با هدف پوچ فتح 3 روزه تهران از مرز خسروی آغاز کردند. در پی این حمله نیروهای مهاجم در ساعت 14:30 سوم مرداد شهر سرپل زهاب و در ساعت 18 شهر کرندقر و در ساعت 20 شهر اسلام آباد را تصرف کردند. سپس حرکت سریع به سمت کرمانشاه را آغاز نموده تا به گردنه چهار زبر در 34 کیلومتری کرمانشاه رسیدند. بسیج هواداران از سراسر جهان برای شرکت در عملیات کبیر فروغ جاویدان. ژوئیه 1988، عصر روز جمعه، حدود ساعت 6 بعد از ظهر، اطلاعیه مهمی از سوی رکن یک سازمان منتشر شده است که تمامی اعضا و هواداران سازمان را از سراسر دنیا فراخوانده است. موضوع حمله به ایران و اشغال نظامی تهران. نام عملیات فروغ جاویدان. هر کس که میگه باید که برویم، از ما بایسته و شایسته همین است که برویم. دست بلند کنید ببینیم. با وجود اینکه ایران قطعنامه 598 را پذیرفته، اما ناآرامی‌های مرزی همچنان در مرز مشترک دو کشور ادامه دارد. از سوی دیگر دستگاه سیاست خارجه نیز مشغول مذاکرات پیرامون نحوه آتش‌بس در شورای امنیت سازمان ملل به میزبانی خاویر پرز دو کویار است. سحرگاه روزهای نخست مرداد ماه 67 بود که نیروهای منافقین از منطقه قصر شیرین مرزهای بین‌المللی را شکسته و وارد خاک ایران شدند. این دیدار ولایتی با دبیر کل ملل متحد همان است که ولایتی خود اعتراف کرده است هنگامی که فاکس مربوط به پیشروی ارتش آزادی بخش را همانجا به دستش دادند، چنان وارفت که با آنکه سیگاری نیست سیگاری گرفت و آن را با فیلترش کشید و خودش متوجه نشد.